بیشتر صحبت می‌کنیم در این مورد با دکتر عثمان شیرزای رئیس نهاد اجتماعی فعالان جامعه مدنی بغلان که در استودیو با ما هستن آقای شیرزای سلام با شما و برنامه ما سلام بر شما سلام تمام بینه های عزیز ممنون چون در رابطه با وضعیت امنیتی در بغلان و یکی چقدر خانواده ها در جنگ های اخیر بیجا شدن بر ما بگوید بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما خدمت بنده های عزیز درود بر روان پاک شهدا قبل از جواب به سوال شما یک موضوع را باید بگویم که هر کسی که هر گروهی که به خاطر دفاع از مردم سلاح برداشتن متاسفانه که ضرر بیشتر به مردم رسون به جای که میرسیم سر مسئله بغلان که متاسفانه بسیار وقت میشه که بغلان در آتش زنگ جنگ در میگیره مشکلات بسیار زیاد است حتی شما در آخر خبر دارین که حملات طالبان از هر آدرس خصوصا بالای بغلان مرکزی سقوط شهر کنه سقوط ولسوالی بورکه هر سه کار برای مردم تنگتر ساخته و بیشترین صدمه و ضرر که رسیده برای افراد ملکی رسیده که از خانه هایشان به جای سنگر استفاده میکنه هر دو طرف و تلفاتی هم بیشتر برای افراد ملکی است همشان آواره شدند فصل که اونا باید حاصل خود جمع میکردن فصل کار و غریبیشون بود متاسفانه که طالب حملات خدا آغاز کردن و امروز هم که شما میبینین ولسوالی جلگه، ولسوالی نهرین، گزرگاه نور، بغلان مرکزی، ودانی غوری، ساحات هستند که بیشترین جنگ در اوجا وجود داره، تلفات وجود داره، مشکلاتی هم وجود داره که خوشبختانه که با یک مقاومت بسیار قوی از مردم اینا روبرو شدن خصوصا در بغلان مرکزی که قماندان سیب کمین قماندان امریکل و کماندوهای ما که آمدن خیلی روحی مردم بالا بردن و عملات شدید طالبان را در اون ساحه دفع کردن درست اما با وجود هم این مورد میخوایم بدانیم که در مورد ولسوالی برکه و نهرین که شما صحبت کردین چقدر وضعیت نگران کننده هست مخصوصا در نهرین نگرانی از چقدر وجود داره که حملات بیشتر بر مردم زیان های بیشتر وارد شا. خب یک مسئله که زیاد قابل نگرانی است قطع راه های مواصلاتی است به این چند ولسوالی که راه های مواصلاتی در اختیار مخالفین مسلح قرار داره و امیز که زخمی ها بر رسیدگی نمیشه برای کسایی که نیازمند غذا هستند برشان بسیار زیاد مشکل است خصوصا افراد ملکی نظامی و کسایی که در روستا زندگی میکنن برشان خیلی مشکل است و خودش ماهیت نگرانی است اگر دولت مرکزی توجه نکنه شما ببینید ما تشریک مسای خود در بغلان داریم نیرو خوب است با یک روحی بسیار عالی دفاع میکنن مشکل بسیار زیاده که ما داریم از مرکز تا کماندوهایی که در اونجا مدن اجازه عملیات برشان داده نمیشه اگر روحیه بسیار بالا هستند خود دفاع بغلان مرکزی نشان میده که مردم با روحیه بالا و با یک احساس از سرزمین خود دفاع میکنن و ای اگر قرار باشه که راهی مواصلاتی در اختیار دشمن باشه مشکلات پس از سقوط بارگر راههای مواصلاتی بسته شد قبل از وام بسته بود. ما که این بارها دادخواهی شده از طرف شبکه نهادهای جامعه مدنی ما موضوع از او هستیم و نهادهایی که در بغلان فعالیت میکنن بارها ما صدای خود بلند کردیم از طریق آزادراس کنفرانس‌های مطبوعاتی که ما دشمن تحرکات خود در چندین نقطه داشته که ما بارها صدا را بلند کردیم ولی متأسفانه که همونطور که هر از هز هز هر آدرس از هزار ولایت صدا بلند میشه که دولت مرکزی توجه نمی‌کنه بغلان هم این طور به باد فراموشی سپرده شده که امروز شما می‌بینید که بغلان مرکزی در آتش جنگ در می‌گیره معمولا از خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده میشه کسایی که به 20 سال 30 سال خانه جور کردن زندگی جور کردن همشان برباد شده آمدن به پلخمری آواره شدن بیشتر از ده هزار، ده, ده هزار خانواده اینا همش مهاجر شدن آمدن آواره شدن یا نیاز به کمک های فوری دارن که امیدوار هستم که دولت خصوصا وزارت مهاجرین و عوضت ها و ریاست وزارت حوادث در قسمت باید توجه جدی باید بکنن درست شما گفتین که ده ها هزار خانواده میخوایم بدانیم که کسانی که بیجا شدن به کجا رفتن آیا با اولاد های همجوار رفتن مرکز بغلان آمدن و کمک های فوری برزینا شده حداقل خب یک مسئله که بارها آمدن صحبت کردن از های مختلف بعض مسائل های خصوصا حساساتی های قومی را اینجا دامن میزنن یک تعداد افراد ولی امروز امی مردم بغلان که آوره شدن شما میبینین که مردم پلوخمری در آغوش خود گرفتن شما ببینین که یک اتفاق یک تشریک مسایی مردم من نشان میده ما یک بار دگام که قندوس سقوط کرد بغلان میزبان هزارها خانواده بود حالی هم که بغلان در آتش جنگ میسوزه بازم شهر پلوخمری مردم با آغوش خود گرفته همشان اینا را جای دادن برشان معیشت و زندگی را آماده ساختن جایی بوده باشه برشان آماده ساختن تا که جنگ قرار شود این خودش نشان میده که ما یک از یک اتفاق اتحاد برادری همدلی در برخوردار هستیم امیدوار هستم که دولت مردای ما این مسئله را درک بکنن بیان اتفاق بکنن اساسیت های قومی مسائل های خردریزه را دور بانن تا ما بتونیم که مشکلات بغلان حل بسازیم بغلان یک شورای مواصلاتی یک گلوگای شمال از اگری بسته میشه من فکر می کنم که بر دولت مرکزی هم یک مشکل بسیار جدی ایجاد شد درست اما در شرایط کرونی و شما وقتی میگه نیروهای کافی وجود داره در اونجا از دید شما چرا عملیات ها برای شده نشده مقامات محلی در این زمینه چی میگن برای تامین امنیت بیشتر بغلان شما ببینین روحی سربازهای ما همیشه بلند بوده مدافعین ما همیشه بلند بوده خصوصا چندین بار که بالای شهر پلوخمری عمله صورت شما دیدین که مردم عملا سلا به دوش گرفتن در مقابل مخالفین مصالح استاد شدن ارادی ضعیف از مرکز است هرگاه اونا زیر قمانده هستن اگر ای صورت نگیرون اون تحرک نمیکنن بنان های ما هم در دانی غوری منتظر یک قمانده واحد هستن هم در بغلان مرکزی اوتر نیست که اینا تنها در دفاع باشن پاسخ مقامات محلی به مردم به نمایندگان مردم و افعالان جامعه مدنی چیست اونا چرا عملیات برا نمیندازن شما ببینید ما بارها قبل از یک تحرک دشمن صورت بگیره قبل از اینکه بغلان مرکزی سقوط بکنه قبل از اینکه بورکا سقوط بکنه این وجدارها را به آدرس دولت داده بودن خصوصا کنفرانس های مد... فعالان مدنی نهادها خبرنگار تمام در مجموعه این مساله را به آگاهی دولت رسانده بودیم که چون این تحرک وجود داره و دشمن میخواهد که وقتی که مردم آگاه باشه که مخالفین مساله چیکار باید میکنن دولت باید ای آگاهی را داشته باشه و تدابیر قبل از قبل خود داشته باشه ولی متاسفانه شما میبینید که هر صدایی که بلند میشه از کمکاری و ضعف مدیریتی در سطح بالاست در پایین هیچ مشکل وجود نداره هم تشریک مسایی وجود داره هم روحیه وجود داره هم کسایی هستند که با تمام قوت دفاع میکنن ولی مشکل عمده و, و اساسی شما میبینید که امروز از مرکز است که متاسفانه این یک ای اداری واحد حداقل قمندی واحد باید وجود داشته باشه که حداقل اونا تحت قمنده هستند دسته بودن مواصلاتی مردم را با چه چالش روبرو ساختن خب ای فصل کار شما میبینید که مردم نیاز به راهی مواصلاتی دارن که اونها انتقال میتن بار خدا تمام آشه و مردم از امی آدرس صورت میگیره اگر قرار باشه که در اینجا به مشکل بر بخورن شما میبینین که قطعی قیمتی مشکلات اقتصادی در اونجا فقر بیکاری همش شما بالا میره بنان یک مشکل بسیار کلان بر مردم است امیدوار هستم که هم مخالفین مساله هم دولت مشکل مردم را درک بکنن وقتی که به خاطر دفاع از مردم سلاح گرفتن شما میبینید هر گونه به خاطر دفاع از مردم استفاده به عنوان سنگر از خانه های مردم یک مشکل بسیار کلان است از هر دو طرف هست. است انداخت های بی جایی که در شهر انداخت میشه مشکل بسیار کلان است که تلفات افراد ملکی بالا میرسد تلفات افراد ملکی بالا میره خیلی مشکل بسیار کلان است و همین الان که ممرای شما صحبت میکنم در بغلان مرکزی تماس هایی که من دارم مردم خانه های خود ترک کرده در تقریبا در حدود چند روزی که میشه بعد از اید همشان خانه های خود ترک کردن از مال و آل و خانواده خود خبر ندارن کلشون آمدن در پلخمری پناهنده شدن اینی خودش نشان میده که در جریان جنگ برای افراد ملکی هیچ توجهی صورت نمیگیره درست اگر واقعا این وضعیت ادامه پیدا بکنه چی فکر میکنین چه پیامدهای ناگوار را میتونه در پی داشته باشه خب در طول چهل سال است که مردم در جنگ می سوزه بیشترین مردم که بیشترین قشری که زیاتر آسیب پذیر بوده در جریان جنگ ها مردم ملکی بوده و اگر قرار باشه که چنین جنگ ها ادامه پیدا کنه شما ببینین گناه سرک چی است کنده میشه با اسکواتور جر زده میشه گناه کلینیک چی است گناه شفاخانه چی است گناه مدرسه و مکتب چی است که برای مردم با پول گزاف ساخته شده اگر بنوان سنگر که تیاره می اوجره میکنه مکاتب میبینید که از بین میره اگر کشته میشه و افراد ملکی میشه شما ببینید که این آسیبش برای مردم است که اگر یک فاجعه انسانی در راه است اگر قرار باشه که چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه حداقل مردم به سوتو حکومت توان امیر ندارن که پول امیر داشته باشن که از بغلان مرکزی تا پل خمری شما ببینید که وضعیت بالاخره سرانجام به با کجا خواهد کشید مردم به بسیار مشکل مواجه است که حداقل اگر قرار باشه که چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه یک فاجعه انسانی در راه خواهد بود درست و حتی امکان سقوط پل سوالی های دیگر هم وجود دارد ما هیچ وقت از سقوط ولسوالی را چیز نمیکنیم رقم نمیزنیم چرا که در ولسوالی ها اگر مخالفین مسئله است مردم یا است که از خود دفاع میکنن از خانه و جایداد خود اگر دولت مرکزی کمک بکنه یا نکنه اونا مجبور هستند که از خانه و جای جایداد خود دفاع بکنن بنان بسیار مشکل است تا معاملی صورت نگیره تا کدام مسئله پشت پرده نباشه انشالا که کدام ولسوالی سقوط نخواهد کرد و در بغلان مبارزین واقعی از قهرمانایی است که شما میبینید در 34 ولایت افغانستان سربازهای بغلان در خط اول جبهه قرار داره آیا اگر از 34 ولایت افغانستان دفاع کرده میتونن نمیتونن که از شهر خود از دیار خود از جای زادگاه خود دفاع بکنن این امکان ما رد میکنم ولی انشالا که اینا توان دفاعی خود دارن امیدوار که دولت مرکزی هم حداقل توجه بکنه به آدرس از اینا صدای بغلانی ها را بشنون که ما همیشه در طول چندین سال است در آتش جنگ می سوزیم آواره داریم بیچاره داریم شهید داریم زخمی داریم که در قلب کمک از اینا بشتابن خواست مشخص مردم بغلان چیست از حکومت مرکزی و داری محلی آنچه که خواست مردم از صلح است که همیشه ما در انتظار هستیم شما میبینید که حتی اخبار صلح برای مردم افغانستان خستهکن شده چرا اگر قرار می بود که کسی اراده صلح داشته باشه جنگ نمی کنه. کسی اراده آمدن به دولت داشته باشه جنگ نمیکنه کنه بنان ما آلی هم صدای خدا بلند میکنیم که ما هیچ وقت جنگ نمی خواهیم هم مخالفین مصالح هم از آدرس دولت شما میبینید که هر سه جانب هم مردم هم مخالفین مصالح هم دولت صدمه رسیده برای همشان همشان صاحب خانه و زندگی و جای ما میخوایم که صلح در وطن ما تامین شود تا ما بتونیم در یک فضای امن در پهلوی هم دیگر مثل یک برادر مثل ای که سالهای قبل چه قسم زندگی میکنیم با او شکل زندگی بکنیم که حداقل ما بتونیم برای فرزندای خود یک سرنوشت بسیار خوب رقم بزنیم اگر قرار باشه که چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه نه فرزند و من خودم و نه وطن ما مسئول خواهد بود درست در کنار از کسانی که شدن آواره شدن برای اینا کمک هایی باید صورت بگیره ما بارها صدای خود کشیدیم که از از کود 91 برای یک مقدار پول است که باید داده شود ولی متاسفانه که از کود 91 تا ما تحقیق کردیم از بغلان بر زخمی و شهدا و به جا شدگاه تا کمک صورت نگرفته با وجودی که ریاست ماجرین بغلان اقدامات خدا کرده حوادث اینا تا حال کمک های صورت نگرفته سروی جریان داره که سروی شود باید مشخص شود که چقدر ما آوره داریم بعد از اون انشالله که دکتر امنیز تصمیم جدی است که باید به اونا کمک صورت بگیره حتی مردم شهر پلو خمری همین قسمی که برشان جای دادن کمک ها امکانات هم در اختیارشان قرار دادن درست میخوایم بدانیم که فعلا آیا درگیری در بغلان جریان داره؟ بله دیشب هم درگیری بود درگیری وجود داره درگیری های پراگنده است مخالفین مسلح از با هوان شهر آماج قرار میتن که خیلی برای مردم اذیت کننده از بازار و شهر و دیار خصوصا دانی غوری و لسولی بغلان مرکزی بورکر نهرین زیاد تحرکات داشتن که خوشبختانه به عقب زده شد جنگ جریان داره ولی تحرک از طرف دولت تا حال دیده نشد امیدوار که دولت مردم دای دا دا ما قسمت توجه بکنه حداقل مردم تکلیف روشن بسازن که حداقل مردم به کجا بره چی باید بکنه هم از مخالفین توقع دارم هم دولت مردم که برای کسایی که درگیر جنگ نیستن حداقل صدمه نرسونن درست به نظر شما چرا با وجود کسانی که درگیر جنگ نیستن غیر نظامیان اینا صدمه می بینن هر دو طرف چرا این رو نظر نگرفتند شما ببینین زمانی که جنگ صورت میگیره در او زمان دیگه باز فضای باز نمیشه که دقل برای مردم کمک برسه قبل از قبل برای مردم باید اینا اعلان بکنن که در این صاحب تحرکات نظامی چه جنگ وجود داره برای مردم ابلاغ بکنن که مردم از را ترک بکنن و یکی مردم چرا را ترک نمی کنن مشکلی نمی که دقل مردم توانایی ترک را ندارن دقل وسایل در اختیار ندارن که از صاحب برن بسیار تشکر از حضورتان سلامات باشید.